به نام خدا، با سلام خدمت شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز طرح این گلای خوشگل رو میخوام براتون اجرا کنم که هم به عنوان گلای بابونه هم مارگریت میتونین ازشون استفاده کنین از این آموزش، و گلای خیلی قشنگی رو با دوختای ساده انجام بدیم. خب برای دوخت گلا ما باید از روبانای باریک استفاده کنیم. از روبان 7 میله مجسیک استفاده کردم که روبان نیم سانتی جایگزین این میتونه باشه. برای شروع از این گلی که به این صورت هست خابیده، از قسمت مرکزی گل شروع میکنیم و شلال های ساده میزنیم، و اینکه با استفاده از طرح همیشه پیش برین خیلی خیلی کارتون بهتر میشه. این گل با اینکه ساده هست ولی پرکاربرده و تو خیلی از تابلوها و سبدهای گل یه چندتایی حتما ازش دیده میشه. رنگش هم سلیقه‌ایه، رنگ که دوست داشتیم میتونیم برای این گلها استفاده کنید. دقت کنین شلالامو نه خیلی به هم میچسبونم نه خیلی از هم فاصله میدم. من طرحمو با خودکار حرارتی کشیدم و آخر کار با سشوار طرح پاک میشه. خب گلبرگای گلامونه که دوختیم، نوبت به مغز گلمون میرسه. من با استفاده از نخ ابریشمی یا نخ گلدوزی وسطشون رو گره فرانسوی میزنم. گلامون که تموم شد، وسطش هم کلا گره فرانسوی زدیم. برای ساقاش من از روبان 7 میله مجسیک استفاده میکنم که همون نیم سانت میشه جایگزینش. از قسمت پایین شروع میکنیم، روبان رو در میاریم و مثل بقیه گل رو ساق پیچ میدوزیم. روبان رو یه مقدار میپیچونیم و تو خط همین ساقه سوزن رو انتهاش فرو میکنیم. خب ببینید، من خب اینجاش یه مقدار مایل به این سمت باشه. با استفاده از نخ و سوزن همرنگ یه بست ریز میزنیم روی کار که دیدم نشه. این چون ساقمون کشیده هست خیلی و روبانمون آزاد میمونه، حتما باید بست بدیم و اینکه باید حالت هم بدیم به این صورت میخوایم ساقمون باشه.
با یه دونه یا دو تا بست این حالت رو بر ساقمون ایجاد میکنیم. خیلی ریز. خب من یه بست زدم و کافیه برای این ساقه. برگاشون هم من با استفاده از روبان 25 میل یا 2.5 سانت میدوزم. بعد با استفاده از حرارت باد گرم و سشوار هر حال پاک میکنی. خب طرحمون آماده شد. امیدوارم که لذت برده باشید. ممنون که حمایتمون میکنید. دوستتون دارم.